سلام به دوستداران و همراهان عزیز موجی شو. هیاهوی خیابان امام خمینی تهران و میدان حسن آباد آنقدر زیاد است که کمتر کسی در به یک موزه نقش خیابان شیخ هادی را پیدا می کند. موزه مقدم درست در میان هیاهوی بازار خرید و رفت آمد مردم به بانک مجاورش قرار دارد. همین که از ورودی هشتی خانه وارد شوی، زندگی ماشینی را پشت سر می‌گذاری. دیوارهای این خانه اجازه ورود این همه هیاهو را به حریم خانه‌ای که ارزشمندترین خانه جهان نام دارد نمی‌دهد. در این ویدیو نگاهی داریم به گرانترین خانه تاریخی جهان در ایران. پس تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. اما قبلش زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله اول از همه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. ارزشمندترین خانه جهان به واسطه داشتن اشیای تاریخی و گرانبها به گرانترین خانه جهان در سالهای دهه 30 و 40 توسط پروفسور پوپ، مورخ آمریکایی که مقاله‌ای با عنوان بررسی هنرهای ایران در مجله سپید و سیاه نوشته بود، معروف شد و هنوز هم جزو یکی از منحصر به فردترین خانه‌های ایران و جهان است. این خانه متعلق به محسن مقدم، پسر کوچکتر احتساب الملک، شهردار دوره ناصرالدین شاه قاجار است. محسن از کودکی به نقاشی علاقه زیادی نشان می‌داد. در مکتب کمال الملک نقاشی یاد گرفت. حتی در تابلوی معروف کمال الملک از کلاس درسش نیز محسن مقدم به تصویر کشیده شده است. محسن برای تحصیل نقاشی به همراه برادرش حسن به سوئیس رفت و در زمان جنگ جهانی دوم بازگشت. اما دومین بار برای یادگیری باستانشناسی و تاریخ سفر کرده و این بار با دست پر همراه گروه‌های باستانشناسی در برخی از محوطه‌های تاریخی مانند دیلمان و شوش به کاوش و نظارت و بازرسی پرداخت. او جزو اولین باستانشناسان ایرانی بود که به همراه اساتید باستانشناسی در محوطه‌های تاریخی فعالیت می‌کرد. مقدم از شاگردان استاد کمال الملک، باستانشناس و مؤسس دانشگاه هنرهای زیبا و استاد دانشگاه تهران بود که با همسر فرانسوی زبانش تصمیم گرفتند همه هم و غم خود را برای برپا کردن یک موزه از اشیای گرانبهایی که در حال از بین رفتن است بگذارند. زوج با سواد امارت مقدم از همان سالهای ابتدایی ازدواجشان تصمیم می‌گیرند که هیچ وقت بچه دار نشوند و به جای بچه موزه داری کنند. آنها نگهداری از اشیای تاریخی موجود در خانهشان را فرزندان خود می‌پنداشتند که باید برای نسل‌های بعدی نگهداری شوند. خانه‌ای که اکنون به عنوان موزه مقدم از آن یاد می‌شود، از خانه‌های مجلل دوره قاجار و دارای بخش‌های اندرونی و بیرونی است. اما در کنار تمام اجزای این عمارت مجلل، کاشی‌های زرین فام و گرانبهایی را می‌توان یافت که مقدم برای پاسداری از آنها جایی مناسب را در دیوار برای آنها در نظر گرفته بود تا از آسیب در امان بمانند. برخی از این کاشی‌ها در دنیا منحصر به فرد هستند. اما کلکسیون پارچه استاد مقدم نیز جزو یکی از کلکسیون‌های پارچه در دنیا است. این پارچه‌های قیمتی اکنون به صورت فریز شده در داخل مجموعه نگهداری می‌شود. امکان بازدید عموم از آنجا وجود ندارد، جز یکی از پارچه‌ها که آن هم درون قاب شیشه‌ای نگهداری می‌شود. در کنار تمام در و دیوارهای کاشی‌کاری شده و زیبای عمارت مقدم، اتاق کوچکی راه ورودی به زیرزمین خانه است که تمام در و دیوارهای آن با سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی و صدف و مرجان‌های زیبا نقش داده شده است. مقدم در دفترچه خاطراتش نحوه به دست آوردن بسیاری از اشیای تاریخی موجود در این خانه را شرح داد
و گفت که یا آنها را از دست فروش های بازار و یا از مالکانی که قصد تخریب خانه های تاریخی خود را با تمام متعلقاتش داشتند خریده است. برخی دیگر از این اشیا در حال خروج از کشور بودند و یا در حراجی های کشورهای بیگانه دست به دست می شدند که مقدم با ثروت خانوادگیش آنها را خریده و به ایران بازگردانده است. اما بسیاری دیگر از این اشیای تاریخی توسط سفرا و فرهنگیان که میهمان مقدم بودند به این خانواده هدیه داده شده است. مانند اشیایی که حد زده می شود از بیت المقدس به او هدیه شده است. اما در بین تمام این آثار برخی مانند سفال قرمز رنگ چشمه علی که متعلق به هزاره پنجم قبل از میلاد است، قدمت زیادی دارد که هیچ کس نمی داند چطور سر از این خانه در آورده است. به همین دلیل اداره کل موزه های دانشگاه تهران که اکنون مدیریت این موزه را بر عهده دارد، می خواهد به بررسی مبدأ این اشیا بپردازد. مقدم در سال 1351 خانه پدری خود را با تمام آثار ارزشمندش وقف دانشگاه تهران کرد تا اینکه در سال 1366 دار فانی را ودا گفت. پس از مرگش نیز همسرش در سال 69 تولیت موزه را در اختیار مستقیم دانشگاه تهران قرار داد و سرانجام پس از چند سال عملیات مرمت در مرداد ماه سال 88 در این خانه به روی بازدید کنندگان گشوده شد. دوستان عزیز، مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگر خوشتون اومد لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید.